سلام تماشابینان عزیز، خلاصه خبرای مهم 16 اکتبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه و سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پسر کرامت شریپوف پاسپورت های 110 مهاجر تاجیک را در ورانش از دست کارفرما گرفته است. بعد یک ماه در تاجیکستان دو حالت نو کرونا ویروس را اعتراف کردند. آغاز دوباره روهای افتوبوس ها با ازبکستان، از خوجند تا تاشکند، از پنجکین تا سمرقند و بخارا. در گذشت مطلوبه قناعت، همسر استاد مومن قناعت. آوازخوان جوان تاجیک الهام طایروف همه را در مسکو به وجد آورد. پیشگیری از قاچاق 32 برژویکا، 250 قوطی شامپون و 3 تن ماهی در مرز با قرغزستان. هلاکت 3 نفر در 3 صدمه مرگاور در کمانگران، فرخور و غلاباد. و در راحتی حتی ویدیو کامره نظارتی را دوست دیدند. و اکنون تفصیلات خبرها. به دست اداره پایگاه خبری بامداد ویدیو رسید که در آن مهاجران تاجیک در نوای استراگوسک ولایت ورانش با پرویز و شهاب نام نفران برای از دست کارفرمایشان گرفته دادن پاسپورت های آنها اظهار سپاس میکنند. بنا به اطلاع دریافته شهاب، پسر کرامت شریپوف حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک است. جمیله یک زن تاجیک که با سخنرانی پرحرارتش درباره به غلامی افتادن این 110 مهاجر ورد زبان ها شده بود، در این ویدیو نیز از نام مهاجران فریب خورده سخنرانی میکند و پاسپورتش را در دست الوانچه داده با شادی میگوید نوگشته گرژدن این شدم. کرامت شریپوف را 4 سال پیش از روسیه دپورت کردند و او سال 2020 در تاجیکستان از عالم چشم پوشید. پسر او شعب چند پیش اعلان کرد که روی پدرش را دوام میدهد و به حمایت از حقوق مهاجران تاجیک مشغول خواهد شد. یک روز قبل سفارت تاجیکستان در روسیه نیز خبر داد که صبح 15 اکتبر نمایندگانش را برای رسیدگی به احوال 110 مهاجر فریب خورده تاجیک به ورانش فرستاده است. این مهاجران روز 13 اکتبر در نزد شعبه پلیس نوای استراگوسک جمع شده شکایت کردند که یک کارفرمای به انصاف آنها را هنوز در پایان ماه ایول برای چیندن سیب از تاجیکستان به دیهه شوبینه آورده، شناسنامه های همشان را کشیده گرفته است و آنها را عملا در حالت غلامی قرار داده پولشان را نمیدهد. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین زندگی خانواده های خود به جستجوی کار به روسیه می روند. صدها نفر آنها هر سال در روسیه قربان فریب کارفرمایان به انصاف می شوند که مهاجران تاجیک را ماها کار فرموده پولشان را نمی دهند. روز 16 اکتبر در شبکه اجتماعی با نشر این عکس یک مهاجر تاجیک که در شهر مسکو وفات کرده است از همه خواستند که برای شناساییش کمک کنند. در عکس این معلومات داده شده است همین برادر در شهر مسکو وفات کرده است. کدام شناسد با رقم 7902414605 تماس بگیرد. جسدش در مور قرار دارد، تابوت کردگی تیار است، اما نمیدانند کجای تاجیکستان روانش کنند. اداره بامداد با این رقم تماس گرفت. یک مهاجر تاجیک که گوشک را برداشت خبر داد که خیش و تبار آن بچه جوان مرگ را پیدا کردند. او گفت مرحوم از نوای شارتوس بوده است و جنازه او را علکه چند روز پیش برای گور و چوب به وطن فرستادند. هر سال بیش از 1 میلیون یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تامین روزگار خانواده های خود به روسیه به مرد کاری می روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر مهاجران تاجیک به علت های گوناگون، بیشتر از همه به سبب فلاکت ها در جای کار، ترک این دنیا می کنند. یعنی مهاجرت هر روز جان توسی تاجیک را می گیرد. مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرغزستان از جلوگیری شدن موردهای نو قاچاق محصولات در مرز تاجیکستان و ازبکستان با ولایت بادکند خبر داد. از قاچاقبران 32 بخاری برژویکا، 250 قوطی شامپون و 3 تن ماهی یخ مصادره کردند. مرزبانان قرغزستان قبلا درباره پیشگیری شدن کوشش‌های قاچاق انگور و ریگ، بلوک‌های گازی و بتونی، قند و لیمو و جوار مکه در مرز با تاجیکستان خبر داده بودند. بنا به گزارش مرزبانان قرغز، مرزبان‌ها از اطراف حیدرکان روز 14 اکتبر در موضع قندی نوای قدمجوی ولایت بودکند
یک ماشین خوندای پورت رو من کردند. راننده ماشین میخواست از ازبکستان به طور قاچاق 32 پیچک برجویکا رو به قرغزستان وارد کند. روز 15 اکتبر مرزبانان اتریاد لیلک ماشین مرسدس بنز تحت اداره شهروند قرغزستان سال تولدش 1993 رو من کردند. از بردان این ماشین 250 قوطی شامپو نیوف شد که راننده میخواست به طور قاچاق از تاجیکستان وارد کند. همچنین روز 16 اکتبر در حدود دیهه جشتق نویه لیلک مرزبانان باز یک ماشین بارکش تحت اداره شهروند قرغزستان سال تولدش 1990 را من کردند. راننده میخواست به طور غیر قانونی 3 تن ماهی را به قلمرو تاجیکستان گذراند. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرغزستان، قرغزستان از 22 مای در پی مناقشه خونین آخر ماه اپریل مرزهایش را با تاجیکستان بست و روی شهروندان و انتقال محصولات را اجازت نمی دهد. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 15 اکتبر بار اول در بیش از یک ماه آخر آشکار شدن علتهای نو کرونا ویروس را در جمهوری تصدیق کرد. وزارت گفت در یک شبانه روز آخر در تاجیکستان دو حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده است. از 13 سپتامبر به این طرف وزارت تندرستی ثبت شدن علتهای نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس را رد میکرد. اعتراف دو حالت نو کرونا ویروس در تاجیکستان در حالی است که به گفته ساکنان و طبیبان روزهای آخر این بیماری در کشور دوباره رو به اوج آورده است و چنین به نظر می رسد که باز یک موج نو پندیمیه در راه به تاجیکستان است. به احتمال غالب با آغاز موسم بازگشت مهاجران از روسیه موج نو پندیمیه در تاجیکستان نیز رو به افزایش بیاورد، چون که وضعیت پندیمیه در روسیه در این شب و روز خیلی رو به وخامت آورده است. بنا به آمارها حالا در روسیه هر روز بیش از 30,000 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس و تا 1,000 حالت فوت از این بیماری ثبت شده، جمع گرفتار شده ها به 8 میلیون نفر نزدیک شده. شماره قربانیان پاندمی علکی از 221,000 نفر گذشته است. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی از آغاز بقیدگیری پاندمی تا شام 15 اکتبر در تاجیکستان 17,086 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سانه ذکر گردیده 16,960 شفا یافتند و 124 نفر فوت دیدند. شرکت نقلیاتی آزن اکسپرس از 18 اکتبر حرکت اتوبوس‌هایش در خط سیر خوجند توشکند خوجند را دوباره برمی‌ماند. راکرو با یک طرف 100 سامانی را تشکیل می‌دهد. همچنین از 20 اکتبر روهای اتوبوس‌ها از پنجکن تا سمرقند و بخارا سر می‌شود. حرکت هر روزه اتوبوس‌ها را تا فرودگاه این دو شهر ازبکستان شرکت سیاحی افتکول تشکیل کرده است و نرخ سفر برای آنهایی که از طریق سمرقند و بخارا به روسیه سفر کردنیاند 200 سومونی مقرر شده است. آزن اکسپرس اعلام کرد که از روز دوشنبه 18 اکتبر انتقال مسافران در خط سیر خوجند توشکند خوجند را از سر می‌گیرد. اتوبوس‌های دو قفده شرکت از خوجند تو پایتخت ازبکستان هر روز روو خواند کرد. برای گذشتن از مرز مسافران باید با خود نتیجه منفی تشخیص کرونا ویروس داشته باشند. در صورت نداشتن چنین سند آنها باید در مرز اکسپرس تست بسپارند. نرخ آن 160,000 سوم ازبکی بوده است. همچنین برای کودکان تا 6 ساله سند درباره سالم بودن و گرفتار پلیامیلیت نبودن کودک حتمی است. انور غیوسف نماینده آزن اکسپرس در خوجند بعضی پلوس گفته است در آینده در صورت زیاد شدن خواهشمندان شرکت می تواند هر روز از 2 تا 3 بار بین خوجند و توشکند مسافر بکشاند. در مرحله اول اتوبوس ها صبح ساعت 8 از ترمینال آزن اکسپرس در محله 16 شهر خوجند برابر آمده مسافران را تا ایستگاه صابر رحیموف خواهند برد. اتوبوس ها از توشکند ساعت 18 برو خواهند گشت. نرخ سفر با یک طرف 100 سومونی مقرر شده است. شادمانقل سنگینوف در فیسبوک خبر داد که شرکت سیاحی سیاحت افتکول از 20 اکتبر همراه با شرکت سیاحی ازبکستان همه روزه توسط اتوبوس ها سفر شهروندان تاجیکستان را به شهرهای سمرقند و بخارا برو میموند. راکرو برای شهروندانی که از طریق سمرقند و بخارا به روسیه پرواز میکنند و چپتای هواپیمایی دارند 200 سومونی و برای بقیه نرخ رفت و برگشت 500 سومونی مقرر کرده شده است. از مسافران خواسته شده است که نسخه شناسنامه خروجیشان را
از پیش به شرکت سیاحی افتکول بفرستند. فروش چپتاو از 16 اکتبر شروع می شود. مطلوبه قنوات، همسر شوهر شورتیار تاجیک مومین قنوات، صبح 16 اکتبر سال 2021 در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بر اثر بیماری دل از عالم چشم پوشید. مراسم ودا با همسر استاد قنوات همین روز 16 اکتبر در نزد خانهشان در محله قریه بالو برگزار می گردد. مطلوبه قنوات بیش از 60 سال همسر و همروز و همسفر زندگی استاد مومن قنوات بود. پسرشان دلیر و دخترانشان پروین و شیرین میوه های باغ زندگی مشترک این جفت زیبایند. مطلوبه قنوات در حال ترک دنیا کرد که در تاجیکستان با جشن 90 سالگی استاد مومن قنوات آمادگی می گرفتند. اگر عمر وفایش میکرد، استاد 20 می سال 2022 به سن 90 میرسید. مومن قنوات از معروفترین شاعران تاجیک عصر 20 که سالهای طولانی رهبر اتفاق نویسندگان تاجیکستان را هم بروده داشت. 8 می سال 2018 دو روز قبل از زادروزش در سن 86 وفات کرد و در آرامگاه لوچوب در کنار دیگر بزرگان فرهنگ تاجیک به خاک سپرده شد. خود استاد مومن قنوات در یک صحبت چگونه عاشق شدن به مطلوبه را که از اهل سمرقند بود نقل کرده است. مومن قنوات سال 1951 از زادگاهش دیهه کرگوت به دوشنبه آمده به رشته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شد و در روز اول به پایتخت آمدنش مطلوبه را دیده از نگاه اول به او عاشق شده است. تا حال در یادم هست او در گوشهایش گوشوارهای دراز داشت و در تن لباس خیلی شیک داشت. به یک گفتن دختری خیلی زیبا بود و مرا مفتون کرد. مکتب را هم با مدال طلا تمام کرده بود. من که یک بچه قشلوقی بودم شرم داشتم که به او اظهار عشق کنم. تنها در کورس چهارم و آن هم توسط یک همکورسمان که خیلی مطلوبه بود برایش نامه های عاشقانه و شعرهایم را می فرستادم و این نامه ها یخ دل او را شکست. ملاقات اولین ما در کتابخانه به نام فردوسی دایر شد. آهسته آهسته او به من عادت کرد و در کتابخانه ما حتی پشت یک میز می نشستیم. نقل کرده بود مومن قنوات در مصاحبه با آسیا پلیوس. پدر مطلوبه فتو رحمت اللهیف در وقتش سردار ملیسه شهر سمرقند و یکی از اساسگذاران حزب مسلمانان بلشویک بوده است که سال 1931 او را برای کار به تاجیکستان فرستادند. من مطلوبه را هر شام تا خانهشان گسل می کردم ولی یک وقت او را از ملاقات با من منع کردند. از بس که موی سر غولی و جنگلی داشتم والدان او مرا جنگل سر می گفتند. آنها امین طور هم گفتند تا وقت این جنگل سر خوزگارشون رو نمی فرستد تو رو گسل نکند. نقل می کرد مومن قنوات. به خوزگاری مطلوبه برای مومن قنوات آوازخوان شورتیار اکشریف جورایف، استاد دانشگاه بخورزاده و رئیس تاجیک مطلوبات محبتوف به خانه پدر و مادر مطلوبه رفته بودند. آوازخوان 27 ساله از دوشنبه الهام طایروف شام 15 اکتبر با هنر خود همه 4 داور موسم اینک دوام آزمون گولوس در شبکه یکم تلویزیون روسیه را به وجد آورد و همه این 4 داور الکساندر گراتسکی، لیانید آگوتین، پلاگیا و دیما بلان کورسی هایشان را به طرف الهام گردانیده با او برای اشتراک در دور بعدی رخ دادند. الهام طایروف در دور اول آزمون که داوطلبان باید نیروی صدای خود را با خواندن ترانه بدون موسیقی به نمایش بگذارند، ترانه قدیمی Dream a Little Dream of Me را اجرا کرد. این ترانه را بار اول اوزی نیلسون هنوز سال 1931 ثبت کرده بعدن آوازخوانای شورتیار چون الا فیچرالد، لوی آرمسترانگ، دوریس دی و روبی اولیمز نیز اجرا کردند. پلاگیا خواننده شناخته ترانه های مردمی روسیه و عضو هیئت داوران آزمون گولوس گفت آواز الهام مفتونش کرد. شما با صدایتان ما را مس کردید، گفت او. عضو دیگر هیئت حکمان الکساندر گراتسکی اجرای آوازخوان تاجیک را اجرا به طور فانتاستیکی نامیده و گفت سر هر یکی از داوران به آسمان می رسید اگر الهام او را به عیس استاد انتخاب کند. عالی، در واقع عالی، با چنین سخنان توصیف کرد متر استراد شوروی و روسیه. همه 4 عضو هیئت حکمان به صورت فعالانه الهام را تشویق میکردند که به حیث استاد خود آنها را انتخاب کند. الهام با اظهار سپاس گفت کار کردن با هر یکی از آنها را برای خود شرف میشمارد ولی نمیدونم برای چه
ولی امروز میخواهد که با بلند کار کند. بلند از جایش خیست و دست اوزخور توجیک را که شوگیر در شد بفشورد. پلگه اقرار کرد که بدیم بلند برای یافتن چونین شوگیر حسد میبرد. گراز که به دست بلند افتادن چونین اوزخور بقوت را به عدالت نامید. مجری آزمون اونرپیشه شنوخته روز دمیتری نگیف نیز در انجام الهام تویرف را به آغوش کشیده گفت میدونی تو امروز در صحنه اثبات کردی که این کسب آوازخونی میتواند اینقدر کسب مردانه باشد، نه فقط یک مرد عادی بلکه مرد میدان. الهام طوری خودش نقل کرد ترجمان از زبان خطایی بوده آوازخونی را از خواندن ترانه های مردمی سر کرده است و به مسکو به خاطر اشتراک در آزمون گورس آمده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. وزارت کارهای داخله تاجیکستان از هلاکت 3 نفر در 3 صدمه روزهای 14 و 15 اکتبر خبر داد. از جمله 14 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 18:40 دقیقه راننده افتماشین تمغه خوندای سناتا اسماعیلوف ابراهیم سال تولدش 1973 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر وعدت به سمت شهر دوشنبه در حدود دیهه کمونگران از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به پایه بتونی نقطه فروش سوزشواره سوراب برخورده چپه شده است. در نتیجه خود راننده و مسافرش روپ و مکرمه سال تولدش 1957 ساکن شهر دوشنبه جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. مسافر دیگر فیزی و جمیله سال تولدش 1961 ساکن شهر دوشنبه جراحات وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 14 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه راننده افتماشین تمغه کماز اسایف عین‌الدین سال تولدش 1978 ساکن نویه فرخور در حدود جماعت دیهات وطنی همین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده نابالغ غزلزاده میراب سال تولدش 2011 ساکن نویه مذکور که در بالای کپروک دیه سواره دوچرخه بود پخش نموده است. در نتیجه نابالغ غزلزاده جراحات وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 15 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 16:45 دقیقه راننده افتماشین تمغه مرسدس بنز بیوتوف شیرزاد سال تولدش 1996 ساکن نویه کوشانیان هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر بختر در حدود جماعت دیهات غلاوباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ دولت و درخشان سال تولدش 2013 ساکن دیهه دهنه نویه خراسان را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ دولت و جراحات وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 23 ایول سال 2021 شخصان نامعلوم برای پنهانی به خانه استقامتی زن 36 ساله ساکن جماعت دیوات راحتی نویه رودکی در آمده از آنجا یک عدد کامره مشاهدوی تمغه سانی، یک عدد صورتگیرک، 3 عدد تجهیزات برای آماده نمودن صورت و دیگر اشیاهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 9720 سومونی را تشکیل می دهد. در نتیجه برگزار نمودن چورابینی های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 31 ساله ساکن نوای وخش که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سوچ شده است و مرد 35 ساله ساکن امین نویا با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. با دستگیر شده ها بر اساس ماده 244 از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف اون را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.